روسیه کشوریه که حدوداً 400 خورده میلیارد دلار در سال صادرات داره و 200 خورده میلیارد دلار واردات داره و تقریباً تمام کالاهای مصرفی خودش رو هم وارد می‌کنه. یعنی صادرات روسیه عمدتاً انرژی هست، کامادیتی هست، مثل در واقع کالاهای پایه مثلا فولاد و چه می‌دونم انرژی و چیزای این شکلی و اسلحه. حالا که غربی ها اومدن خروج کردن و این بازار مهیا شده برای ایرانی ها، بهترین فرصت برای ما تجارمون، شکر خدا این بازار این پیام رو دریافت کردن. مشکلی که الان وجود داره در واقع برای توسعه روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا لوجستیکه. یعنی لوجستیک که میگیم معنی یعنی زیر ساخت های حمل و نقل. شما میدونید سطح روابط اقتصادی ایران و روسیه در طول دو سال گذشته، یک سال و نیم گذشته، دو برابر شده. ما الان حدود 3.5 میلیارد دلار تجارت داریم با روسیه که قبلا نصف این عدد و کمتر از نصف بود. منتها مشکل اینجاست که اصلا ما راه مناسب برای اینکه این کالاها بتونن از ایران به روسیه برن و کالاهای روسیه حتی به ایران بیان نداریم. این تعلل یه تعلل یه سال و دو ساله نیست. من یه مثال فقط به شما بزنم. یک چیزی که تقریبا در تمام جلسات ما در سن پترزبورگ به ما گفته میشد، گاهن با عصبانیت هم گفته میشد، کریدور شمال جنوب. کریدور شمال جنوب یک راهیه که بمبئی و هندوستان رو وصل می‌کنه به فنلاند و شهر سن پیتر. خب شما می‌بینید هند یکی از همپیمانان راهبردی روسیه است. بیش از نیمی از تسلیحات هندی روسی هستن. یعنی هند هیچ وقت رابطه خودش با روسیه رو به هم نخواهد زد. تو همین اتفاقات جدید جهانی هم دیدید که هند رأی ممتنع می‌داد، حمایت می‌کرد، حتی خرید نفت خودش از روسیه رو افزایش داد، خرید کالا رو افزایش داد و پیمان پولی رو دارن مذاکره می‌کنن برای حذف دلار در روابط بین خودشون. خب حالا جالب شما بدونید، شنوندگان و بینندگان شما هم بدونن که از این 2000 خورده کیلومتر کریدور شما جنوب که الان 20 ساله داره گفته میشه که باید تکمیل بشه، 160 کیلومتر از این مسیر در داخل خاک ایران منقطع هست. یعنی این یک پیوستگی، این راه از رشت تا آستارا ما راهن نداره، 160 کیلومتر که اگه این راهن ساخته میشه که من فکر میکنم از نون شب واجب‌تر ساختن این قطعه از راه آهن، در اون صورت ما سالی 5 میلیارد دلار بر اساس محاسبه‌ای که انجام گرفته فقط انتفاع ما از ترانزیت کالا خواهد بود. تمام کالاهای هندی که میخوان برن روسیه میان از این مسیر عبور میکنن و تمام کالاهایی که روسیه از دنیا میخواد بخره چون شرقش بسته شده میاد بندر عباس و از بندر عباس با راهن منتقل میشه میره به روسیه. روسیه واردات بسیار زیادی داره، لزوما لازم نیست ما همه رو خودمون براش تامین کنیم. ببینید آقای علیزاده، راه بزرگترین سازه‌ای هستش که بزرگترین پروژه‌ای هستش که بشر در طول تمدن و در طول تاریخ خودش ساخته. شما ببینید ما یکی از بزرگترین مزیت‌هامون در ایران موقعیت جغرافیاییمون هست. فلذا اگر ما بتونیم خیلی سریع با چین توافق بکنیم و امنیت افغانستان، حالا اگر فرصتی بود راجعمون صحبت بکنیم که چینیا به ما میگن آقا ما اگر بخوایم راه در واقع بلت اند رود رو از وسط کشور شما عبور بدیم، این باید از افغانستان عبور بکنه و ما نمیدونیم که شما تکلیفتون با افغانستان و سیستمی که حاکم بر اونجا هست، و اگه شما هر روز بخواید با هم دیگه دعوا بکنیم ما سرمایه گذاری نخواهیم کرد. حالا شما ببینید که ما 6 ماه پیش می‌خواستیم لشکر بکشیم به افغانستان و با طالبان بجنگیم و مردم مثلا افغانستان رو نجات بدیم، به هر حال بخشی از نخبگان سیاسی ما تو این مسیر داشتن حرکت می‌کردن. چینی هم داشتن با تعجب به این تصمیم ما نگاه می‌کردن که خب ما اگه الان اومده بودیم سرمایه گذاری کرده بودیم و این بلت اند رود رو کشیده بودیم که تمام سرمایه گذاری ما پوچ شده بود. بدونید اگر این کریدور شرق به غرب و کریدور شمال و جنوب از وسط ایران یک به علاوه رد بشه، اصلا نقش ایران در طول 100 سال آینده در نظامات بین‌المللی تثبیت خواهد شد و منافع اقتصادی بسیار بسیار زیادی فقط و فقط از ترانزیت کالا. شما می‌بینید وقتی کالاها از مرزها رد میشن سربازها دیگه رد نمیشن. که آغاز اجرای واقعا یک پروژه عظیمی باشد، یعنی تکمیل کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب. ما مباحث زیادی را داشتیم که ایجاد این مسیر مستقیم و بدون وقفه حمل و نقل خیلی مهمه، که منظور از آن هدف آن اتصال بنادر روسی حاشیه دریای بالتیک و دریاهای شمالی با بنادر ایرانی در حاشیه خلیج فارس و اقیانوس هند. من یادآور می شود که تصمیم اصولی در خصوص کار مشترک روسیه و ایران در طی مذاکرات در سطح عالی در تهران در جولای 2022 اتخاذ شده بود. امروز این ایده واقعا که سابقه 20 ساله داره عملی می شود. بین شهرهای ایرانی رشت و آستارا یک راه آهن با فاصله 162 کیلومتر احداث خواهد شد. واقعا این یک قطعه کوچیکه، ولی به بخش برداری رسیدن آن به ما یه فرصت میده که ما حمل و نقل بدون وقفه را داشته باشیم اینجا.